تفاوت دستگاه اسپرسو ساز خانگی با دستگاه اسپرسو ساز صنعتی چی است؟ این سوالی است که خیلی هاتون از ما پرسیدین. امروز میخوام در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. دستگاه اسپرسو ساز برای اولین بار در سال 1884 توسط آقای آنجلو موریندو در شهر تورین ایتالیا اختراع شد که اونو بعدها در سال 1905 به نسل جدیدی که امروز ما داریم میبینیم ارتقا دادن و سیستم کاری جدید و مناسب به فردی رو ایجاد کردن برای درست کردن قهوه. سیستم کاری دستگاه اسپرسو ساز چه در دستگاه صنعتی چه در دستگاه خونگی کاملا مشابه هم هستش، اما تفاوت اصلی این دستگاه توی متریالی هستش که در دستگاه استفاده میشه و میزان کارایی و امکاناتی که یک دستگاه میتونه داشته باشه. به عنوان مثال دستگاه اسپرسو ساز صنعتی بعضیاشون مستقیم به شیر آب وصل میشن، بعضیاشون هم به شیر آب وصل میشن هم تصفیه آب دارن و خیلی هاشون از متریال درجه یک که آلومینیوم و فلزات خیلی گران قیمت استفاده میشه توش، اما دستگاه خانگی این امکانات نداره. مسلما یکی از دلایل قیمت پایین تفاوت قیمت این دستگاه خانگی با دستگاه صنعتی، پس یک به امکاناتش ربط داره، دوم به متریالی که داره توش استفاده میشه. اما تفاوتشون چی هستش که یک دستگاه ما بخریم با امکانات بیشتر متریال بهتر یه دستگاه خانگی بگیریم؟ ببین اگه شما یک شرایطی رو دارید که در لحظه ممکنه 20 تا 30 تا 50 تا پشت هم اسپرسو درست بکنید، شما حتما نیاز به یک دستگاهی دارید قوی تر با متریال بهتر و امکانات بیشتر. به عنوان مثال ظرفیت این دستگاه خانگی عمدتا 1.5 لیتر آبه که یه مخزنی داره که الان باز میکنم بهتون نشون میده. 1.5 لیتر آب جا میگیره. با 1.5 لیتر آب شما حدوداً شاید 20 تا بتونید اسپرسو درست بکنید و بعد از اون باید دوباره آبش رو پر بکنید. اما دستگاه صنعتی خب مستقیماً به دستگاه آب وصله، شیر آب وصله و شما نیاز نیست دیگه وقتتون رو بذارید برای آب ریختن. و یه مسئله دیگه هم این که مثلا دستگاهی که تصفیه آب داره با دستگاهی که تصفیه آب نداره مسلماً طول عمر بیشتری داره و اون جرم و املاحی که توی آب هست وارد دستگاه نمیشه. خب تا اینجا ما دو تا مثال خیلی ساده براتون زدیم در مورد تفاوت کیفیت دستگاه صنعتی و دستگاه خانگی و چرا قیمتشون گرانتر. البته خیلی مسائل دیگه وجود داره، مثلا هیومن ماشین اینترفیس وجود داره توی دستگاه صنعتی که تو دستگاه خانگی وجود نداره، تعداد پورتافیلترهای بیشتری داره و و و که ما ورود نمی کنیم. اما حالا ما دوباره دستگاه اسپرسو ساز برقی رو با دستگاه مکافاتی که اسپرسو درست میکنن و با اتون صحبت میکنیم در موردش. حالا تفاوت اینا دوتا چی هستش با هم دیگه؟ اینا جالب بدونید که سیستم کاریشون دقیقا مثل همدیگه هست، یعنی مکافات هم به وسیله فشار بخار آب اسپرسو درست میکنه. حالا تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون این که توی دستگاه اسپرسو ساز اینا پمپ فشار بخار آب دارن، پمپ فشار آب وجود داره توشون، اما توی دستگاه اسپرسو مکاپات این پمپ وجود نداره، بلکه توسط فشار بخاری که اینجا آب جوش میاد توی این ظرف، بخار میاد از طریق این لوله میاد داخل و از طریق این توری ها به این قسمت فشار میاره و در نتیجه قهوه شما اسپرسوی شما آماده میشه. و دلیل اینکه دست با مکاپات شما قهوه درست میکنید کف نمیکنه و با دستگاه اسپرسو ساز درست میکنید کف میکنه دقیقا ربط به همین سیستم فشارش داره. چرا؟ چون اسپرسو عصاره گیری از قهوه هستش. وقتی عصاره قهوه رو شما میگیرید درش روغن قهوه، کرمای قهوه و آرومای قهوه به وجود میاد، اما مکاپات چون فشار کمتری وجود داره، فشار دستگاه مکاپات ماکسیموم 3 بار فشار هست و دستگاه اسپرسو خانگی 9 بار و دستگاه صنعتی مسلماً فشار بیشتری به وجود میاره روی قهوه‌تون. پس این دلیلی هست که چرا با قهوه با مکاپات اسپرسو درست میکنید کف نمیکنه. البته به نوع قهوه‌تون هم بستگی داره،
قهوه‌تون ممکنه کیفیت پایین‌تر یا اصلا گونه مختلفی وجود داره که بعضی از گونه‌های قهوه خب کرمای کمتری میدن اصلا کلا. شما مثلا میتونید از قهوه مثلا یه سری قهوه استفاده کنید که با همین اسپرسو مکاپات هم بتونید مقداری کرمای قهوه رو به دست بیارید. امیدوارم که این آموزش امروزمون، این صحبت امروزمون به درتون خورده باشه. اگه فکر میکنید که مفید هست این مطالب، بر دوستاتون به اشتراک بذارید و لایک و کامنت فراموش نکنید. لایک و کامنت های شما باعث میشه که ویدیوهای ما به افراد بیشتری نمایش داده میشه و افراد بیشتری اطلاعاتی که تو این ویدیو هست بتونن استفاده کنن. روز خوبی داشته باشید.